بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول کلما عاهد و عهدن نبده فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. در شمارش اوصافی که بنی اسرائیل با اون اوصاف مبتلا بودن و در برابر هر نعمتی کفران می کردن، خدای سبحان نقض عهد بنی اسرائیل رو می شمارد. می فرماید که اینها هر موقع عهدی بستن نقض کردن و اون را به دور انداختن. او کل ما عاهد و عهدن نبذه و فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون، یعنی گروهی که از دیگران متفرقند و جدا می شوند اینها نقض عهد می کنند. بعد فرمود اکثری اینها این چنینند، نه تنها گروه خاصی، پس اکثری اینها به عهدشون وفا نمی کن. عهد چند قسمه؟ یک وقت عهدیست که خدا با انسان دارد، یک وقت عهدیست که انسان با خدا می بنده، یک وقت عهدیست که انسانها با یکدیگر برقرار می کنند. عهد الهی آن است که خدا بر انسان به عنوان تکلیف تحمیل کرده. همه تکالیف الهی عهود الهی هست. این که خدای سبحان فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، توحید و اون چه به توحید برمیگردد عهد الهی، و انسان که بنده خدا شد به خدا ایمان آورد تعهد سپرد و خدا از انسان تعهد گرفت. قهرن همه تکالیف الهی به عهود الهی برمیگردد. قسم دوم عهدی است که انسان با خدا برقرار میکند، عهد میکند که فرونکار را انجام بده. قسم سوم عهدی است که انسانها با یکدیگر در مسائل اجتماعی برقرار میکنند. اما قسم اول چون همه عهود تکالیف الهی عهد الهی است، اگر خدای سبحان فرمود عهد مرا وفا کنید، این نظیر عطی الله است، یک امر جدایی نیست، یک امر ارشادی است. این عطی الله یه وجوب تعبدی جدا را به همراه ندارد، این ارشاد است به اون عوامر دیگر. اگر اون امر واجب الاطاعه بود، این امر عطی او واجب است. اگر اون امر مستحب بود، این امر عطی او مستحب است. عطی الله یه امر وجوبی نیست، یک امر ارشادی است به اون چه که عوامر الهی اقتضا می کند. اگر کسی نماز نخوند، این چنین است که دو تا معصیت کرده باشد، یکی اقیم الصلات را ترک کرده باشد، یکی عطی الله را. اگر کسی زکات نداد، دو تا معصیت نکرد، یکی آت و زکات، یکی اوف و به عهدی یا اوف به عهد الله و امثال ذلک یا عطی الله. این عواملی که خدای سبحان به انسانها متوجه می کند نظیر عطی او، اینها عوامل ارشادی تابع مرشد الهی است. اگر اون امر واجب الاطاعه بود، این اطاعت می شود لازم، و اگر مستحب بود، این می شود مستحب. یک تکلیف جدایی نیست که هر عهدی که خدا با انسان بست وجوب اطاعت داشته باشد، این چه این نیست. اگر اون شی تکلیف لزومی بود، اون عهد واجب است. پس عهد خدا به همون تکلیف الهی برمی گردد و تکلیف الهی به اقسام گوناگون منقسم. همه تکالیف به توحید برمی گردد، تمام تکالیف به توحید برمیگرد. هر کسی اطاعت کرد، خدا را اطاعت میکند، و هر کسی معصیت کرد، اطاعت شیطان دارد میکند. ممکن نیست انسان عاصی مطیع خدا باشد. اینکه فرمود الم اعهد الیکم الا تعبدوا الشیطان، ناظر به این است هر معصیتکاری اطاعت شیطان میکند. اما قسم دوم که عهد انسان است نسبت به خدا، انسان تعهد میکند، نه بنای قلبی میگذارد، بلکه لفظی را صیغه را اجرا میکند و انشاء میکند، میگوید عهد الله که این کار را انجام بدن. اگر تعهد سپرد، به خدا عهد سپرد و با خدا عهد بست، این واجب الاطاعت، خواه متعلقش واجب باشد، خواه متعلقش مستحب. یک وقت انسان یک عمل واجب